اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف ایران در جریان و روز به روز در حال گسترشه. ما برای بررسی زوایای مختلف این اعتراض‌ها اینجا هستیم تا با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنیم. سلام بر شما. درود بر شما. شاهزاده، در روزهای گذشته مردم به خیابون‌ها آمدند و نام شما و خانواده شما رو با علاقه فریاد زدند. در چنین وضعیتی چه مسئولیتی احساس می‌کنید و چه برنامه‌ای دارید؟ به نظر من مسئولیت من نه بیشتر و نه کمتر از هر ایرانی دیگری است، چون امروز باز همگی یک صدا به فکر یه آینده بهتری باشیم که قدر مسلم امروز وضعیت رو به جای رسونده که مردم دیگه نمیتونن بیش از این تحمل بکنن. نکته کلیدی بنابراین تمرکز بر هدف اصلی است و از هر زمانی بیشتر امروز یک صدایی و یک پارچگی عامل و رمز اصلی پیروزی مردم در مقابل این حکومت سرکوبگر هست و خواهد بود. چه اقداماتی دارید؟ در وهله اول بررسی وضعیت آنی که مردم دارن در قبال فعالیت‌هایی که دارن. چیز جدیدی رو من مطرح نمی‌کنم. از یک سو اقدامات نظام هست، تلاشش برای سرکوب، از یک سو تیراندازی که به مردم انجام میشه، قطع کردن اینترنت و خیلی مسائل از این قبیل که تمام راه‌های مقابله با این رو هم به هر حال شب و روز دوستانی که مشغول هستن داخل و خارج دارن روش کار می‌کنن که ببینن به چه وضعی میشه این مسئله رو پیگیر بود و راه حل های عملی و تاکتیک های متناسب با وضعیت آنی رو در جاهای مختلف مملکت به اجرا گذاشته بشه. نکته کلیدی که میتوان بگم کلن در با توجه به اصولا حرکت هایی که از چندین ماه پیش آغاز شد و امروز تقریبا داره به یک فاز جدیدی میرسه، نشون دهنده این هستش که خیلی بیشتر امروز شعارها یکی شده در چهار گوشه مملکت و این علامت بسیار خوبی است. چندین کلیپی که اخیراً دیده بودم نشون دهنده این هستش که حتی برخورد مردم با نیروهای انتظامی بسیار بجا و مناسب هست. یعنی یک دیسیپلین اجتناب از هر نوع خشونت و برخورد شدید برای اینکه راه رو باز بذاره که نیروهای انتظامی سرانجام بدونن که وقتش رسیده که از این رژیم بکنن و به مردم ملحق بشن. البته این کار یه شبه نیست، زمان میبره، ولی هر چقدر بیشتر این مقاومت ادامه داشته باشه و به خصوص هر چقدر تعداد مردم در خیابان‌ها بیشتر بشه، امکان و یا انگیزه سرکوب برای نظام خیلی کمتر خواهد شد و هزینه‌اش به مراتب خیلی بیشتر و این یک موازنه قدرت واقعی است بین زمانی که حکومت‌های سرکوبگر وادار میشن به عقب نشینی در مقابل سیل اعتراض و حضور مداوم مردم در صحنه. بنابراین تنها حرفی که اکنون میتونم از همه چیز مشخصتر و واضحتر به همیهنانم بگم این استش که امیدشون رو از دست ندن، بالاخره موفق خواهند بود. برای من هیچ وقت این شکی نداشت، مقاومت رو ادامه بدن و متوجه خواهند شد که دیر یا زود علائمش رو در نحوه عمل رژیم و به خصوص فاکتور اصلی یک گذر از این حکومت بدون خونریزی و کشت و کشتار، وصل شدن و همراه شدن نیروهای انتظامی با مردم و کندن از این نظام. آقای خامنه ای در موضع‌گیری اخیرش نام شما رو آورده، نام خانواده پهلوی رو آورده و گفته که اونها هستن که دارن تحریک میکنن. پاسخ شما با آقای خامنه ای چیه؟ خب نظام همیشه سعی میکنه یه چیزی رو بهانه بگیره برای مسائلش. فکر نمیکنم که مردم ایران منتظر عملکرد یا حرف من یا خانواده‌ام بودن برای اینکه اعتراض خودشون رو بر علیه نظام این روزها نشون بدن. این که اسم ما رو میارن روی علاقه و باوری است که به هر حال کارنامه خدماتی که خانواده من، پدر من، به خصوص مادر من در زمان خودشون انجام دادن، این محبت و این احساس رو از خودشون نسبت به ما دارن که کاملا تحت تاثیر قرار میده. خود من و همیهنانمون که در مقایسه با آن که 40 سال پیش بود، امروز جامعه چه فکری در این راستا داره. ولی مسئله ما نیستیم، مسئله من یا خانواده‌ام نیست، مسئله همچنان مسئله آزادی مملکت هست، رسیدن به حکومت مردمی است و اگر من یا دیگران بتونیم خدمتی در این راه بکنیم، اون وظیفه است که رسالت ایرانی ما رو و وظیفه میهنیمون رو بازگو میکنه. حالا اگر شخصی وسط هرس میخوره از این بابت، بذارید مشکل خودش باقی بمونه، ولی مشکل مردم گذر از این نظام هست و بس. فکر میکنین چی شده که آقای خامنه این بار اسم از شما آورده؟ برای اینکه متوجه این شده که مردم دیگه زیر بار این حکومت نمیرن
و اگه یادتون باشه این حکومت همیشه سعی کرده بگه که ما اپوزیسیون در داخل خودمون داریم، ما خودمون میتونیم مسائل رفع بکنیم، هیچ فاکتور خارجی در کار نیست. ولی این لحنش رو مدت هاست که رژیم عوض کرده. مثلا میاد میگه که اگه ما بریم ایران هرج و مر میشه، ایران جنگ داخلی میشه، ایران تجزیه میشه و از این حرفا، غافل از این که باعث و بانی تمام این گرفتاری ها و انگیزه ها خودشون بوده در وهله اول. اتفاقا به موضوع اشاره میکنین که مهم هم هستش، به خاطر اینکه بخش از نظام و حتی خصوصا اصلاح طلبا این مسئله رو مطرح میکنن، روی این موضوع مانور میدن که اگر که تحولی ایجاد بشه ایران تجزیه میشه و مسائل قومی پیش میادش. به نظرتون این در واقع این تحلیل چقدر قدرتمنده؟ ما کافیست که کارنامه 40 ساله مدیریت، یا بهتره بگم عدم مدیریت نظام رو در تمام زمینه‌ها بررسی بکنیم، عاملی پیدا نمیتونیم بکنیم که نشون بده که با تمام امکانات و درآمدی که نظام داشته تونسته اونطور که باید و شاید وظیفه یک حکومت و یا یک دولت رو در قبال مردم خودش انجام بده. حالا اگه بخوان این وسط بیان بگن که اگه ما بریم دیگرانی نیستن که لیاقت این کار داشته باشن، سخت در اشتباهن. ما کوچکترین کمبودی از نظر نیروهای مفید و خلاق و سازنده با صلاحیت مدیریت و تصمیم گیری در کشور نداریم. این خلایی که این نظام با رفتنش ایجاد میکنه باعث میشه که بالاخره افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن، ولی تا امروز حکومت کوچکترین به اصطلاح توجهی به نظراتشون و نقدهاشون نداشته، بتونن با یه مدیریت سالم مملکتمون رو برگردن در غلطک به اصطلاح پیشرفت، و نه اینکه مملکت هم تو روز به روز فقیرتر و گداتر بشه و سرمایه ملی هزینه حفظ نظام بشه و کمک از تمام نیروهایی که در گسترش این هدف صدور ایدئولوژی انقلابیشون که از روز اول اصلا هدف اصلی نظام بوده و نه مردم ایران، بالاخره این دوره پایان پیدا بکنه. و جالب اینجاست که مردم ایران این رو درک کردن و همسایگانمون هم این درک کردن. جمهوری اسلامی فقط دشمن مردم ایران نیست. امروز در عراق، در لبنان، در جاهای دیگر می‌بینیم که بسیاری از این ملت‌ها تقریباً همصدا با مردم ایران در اینکه مشکل اصلی همگی ما رژیم جمهوری اسلامی است، خوب می‌دونند که این مردمی که در بند هستند فردا کاملاً قادر خواهند بود در شرایط عادی مملکتشون رو اداره بکنند. اتفاقاً این نظامی که باعث این همه هرج و مرج و بدبختی شده، نه چیز دیگری. شما پیوندی هم می‌بینید بین اعتراض‌هایی که دقیقاً در عراق و لبنان حتی علیه جمهوری اسلامی برگزار شده، علیه آقای خامنه‌ای صحبت شده، پیوندی می‌بینید بین این اعتراض‌های لبنان و عراق و ایران؟ ببینید تمام جنبش‌هایی که در پایان عصر جنگ سرد به قول معروف در بلوک پشت به اصطلاح دیوار آهنینی که شوروی پیشین با تمام اون ماهواره‌های منطقه خودش داشته، مسلماً اون کسی که مثل فرض کنید لخ والسا در لهستان یا واکلاف هاول در چکسلواکی یا دیگرانی که در کشورهای کمونیستی زندگی می‌کردن، خب در وهله اول فکر مملکت خودشون بودن، ولی کلاً همون حرف رو می‌زدن. شعارهایی که نهایتاً در اون کشورها در مقابله با سیستم کمونیستی جهان وطنی شوروی بود تقریبا یکسان بود. خواست ملت‌ها در مشارکت و مبارزه با هر نوع دیکتاتوری، حالا میخواد هنگ کنگ باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد عراق و ایران باشه یا هر جای دیگر دنیا، یک نهایتاً یک شعار مشترکه. مبارزه در مقابل ظلم، مبارزه در مقابل ناحقی و مبارزه برای باز پس گرفتن حق طبیعی و انسانی و مدنی و سیاسی و اجتماعی خودمون. حالا هر کشوری خصوصیات خودشو داره، ولی شعارها یکیست. آیا به نظرتون در اعتراضات اخیر که حالا صحبتش هستش در آبان ماه سال 1398، آیا مردم نیازی به کمک‌های نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی دارند؟ البته. ببینید مثلا تو همین مسئله تکنولوژی که دسترسی به اینترنت و ارتباطات که یک مسئله بسیار کلیدی است، خب خیلی کارهایی هستش که میشه به انجام رسان، و اتفاقا در این مورد سالهاست که من به سهم خودم هر بار که شده صحبتی نبوده که درش این مسئله رو نگنجونیم که یکی از مسائل کلیدی برای کمک کردن به مردم
برای اینکه بتونن بهتر خودشون رو متشکل کنن، با دنیای خارج ارتباط داشته باشن، دنیا بتونه مطلع بشه از اینکه در ایران چه میگذره، همین ارتباطات هست. و در این راستا هر کمکی که بتونن بکنن بسیار مؤثر و مفید میتونه واقع بشه. حضور رسانه‌ای، تبلیغات قوی‌تر، این خودش باعث میشه که مردم دلگرم‌تر باشن و در آن واحد آگاه‌تر. و طبیعتاً حتی اگه نظام در بعضی مواقع همطور که مشاهده میکنیم میتونه برای مدتی ارتباطات رو تضعیف بکنه یا حتی به کلی قطع بکنه، فراموش نکنیم که زیانش رو به خودش هم خواهد رسون. آیا سیستم اقتصادی کشور دچار اختلال نمیشه؟ چرا؟ بالاخره شما مثلا فرض کنید که اگه جمهوری اسلامی همیشه دروبر زمان مثلا 22 بهمن معمولا کار رو مشکل میکنه، دو روز سه روز حالا از ارتباطات قطع بشه چیزی برای که بخواد برای هفته ها و با این وضعیتی که هست دراستر مدت این وضعیت رو حفظ بکنه، خودش کاملا متلاشی میشه. یعنی در واقع میخوام بگم براشون عملی نخواهد بود که به شکل دراز مدت ارتباطات رو کاملا قطع بکنن. این هستش که اینا همش تاکتیک هاییست که بخوان در مردم ایجاد شک و شبهه بکنن یا ایجاد تردید بکنن یا در یک خاموشی بتونن سرکوب بیشتر بکنن و این اطلاعات به خارج نیاد. تا یه حدی این تاکتیک که مقابله جواب میده، ولی در دراز مدت جوابگو نخواهد بود. برای همینه که باز برمیگردم روی یکی از دلایلی که بایستی استمدار داد و مقاومت رو انجام داد، برای اینکه زمان برای مردم خیلی بیشتر هست تا نظام. اینا نباید فراموش کنیم. مردم تو روی خودشون نباید بیان که وای 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 حالا اگه این مسئله تداوم نداشته باشه ما باختیم. نه، تداوم رو میشه حفظ کرد و هر چقدر بیشتر مردم تو صحنه بمونن، هر چقدر بیشتر تو خیابون‌ها بمونن، هر چقدر بیشتر اعتراض بکنن، هر چقدر بیشتر برخلاف دستور حکومت کارمندان دولت کار نکنن یا کمتر کار بکنن یا اصلا سر کار نیان و خیلی راههایی که باعث درگیری نمیشه ولی بیشتر سیستم رو فلج میکنه، تمام اینها فاکتورهای موثری است در وادار کردن نظام به عقب نشینی. نظامی که کفگیرش به ته دیگ رسیده، هزینه پرداخت حقوقها رو نداره یا به زودی نخواهد داشت، رو کدوم پاش میخواد وایسته؟ اما نظام نشون داده که از هیچ اقدام خشونت آمیزی علیه معترضین ابایی نداره و در ویدیوهای اخیر هم دیدیم و در سالهای اخیر هم اینو دیدیم. چطور میشه جان شهروندان رو به نوعی تامین کرد و یا حداقل در خطر قرار نداد به اون شکل، اما ازشون خواست که به اعتراض ها ادامه بدن؟ راهش چیست؟ سریع‌ترین راه برقراری موازنه قدرت و قابلیت عکس‌العمل و حتی به مفهوم دفاعیش رو اگه در نظر بگیرید، و یکی از دلایلی که من همچنان باورمند به فلسفه مبارزه بدور از خشونت هستم، با مسئله کلیدی‌ترین فاکتور هست و اون هم عدم حمایت نیروهای انتظامی و دفاع از خود نظام هست و ملحق شدن به مردم و سپر حفاظتی مردم شدن در مقابل چاقوکشان رژیم که به عنوان آخرین تیر ترکش شاید بخوان وارد کار بکنن. این مسئله بسیار کلیدی است که همگان بفهمند. روی سخنم فقط به همیهنان بی‌دفاع و غیر مسلح خودم نیست که بعضیا میگن که اینا که با حرف خوش که کنار نمیرن، بایستی اسلحه به دستمون بیاد و فلان، ولی این اسلحه رو بر کی میخوان برگردونن؟ بر همون نیروهای انتظامی که میتونن باهاشون باشن. بایستی این دیسیپلین و این تعامل رو داشته باشن که بذارن کار به جایی برسه که همین نیروهای انتظامی بدونن که مردم نسبت به اونها خصومت و یا احساس انتقام ندارن، که فردای خودشون رو تضمین بدونن. نیروهای انتظامی زمانی دست از یه حکومت سرکوبگر به نفع مردم برمی‌دارن که بدونن خودشون هم جزء مردم در آینده جایی خواهند داشتن که مردم در مقابل اونها به حس انتقام و با کشتار میخوان برخورد بکنن. شما حساب بکنید اگه حتی در وهله اول در همین چند هفته آینده حتی اگه فقط 10% از نیروهای انتظامی به مردم بپیوندن، این تعداد از تعداد هر نوع چماق‌کشی که رژیم بخواد از بیرون هم وارد بکنه بیشتر خواهد بود. این یک. چرا بیشتر خواهد بود؟ اگه بیشتر خواهد شد بود از نظر تعداد. اگه چند نفر رژیم میتونه اجیر کنه از بیرون بیاره؟ بیشتر از 100,000 نفر که نخواهد بود. اگر، اونم اگر بزرگیست. ولی شما اگه نگاه بکنید، عوامل ارتش، پشت سرش عوامل سپاه،
عوامل بسیج بگن دیگه بسه، ما بیش از این نمیتونیم مردم خودمون رو از بین ببریم، اون نقطه سقوط پایانی نظام خواهد بود. برای این کار بایستی اجتناب کرد از خشونت، نبایستی بهانه دست نظام داد که در سطح بین‌الملل بگین که ما فقط جلوی هرج و مرج رو داریم میگیریم، مجبوریم جلوش رو بگیریم و هزار جور معاملات پشت پرده‌ای بکنن. و در ضمن یک فرصتی است که یه پیام خیلی رسا مردم به نیروهای انتظامی خودشون بدن که امروز این تصمیم بگیرید، اگه با ما هستید بفرمایید، فردا دیگه دیره، امروز وقت این رسیده که این تصمیم رو کسانی که در یونیفرم نظامی یا شبه نظامی هستند بگیرن. شما و همیهنانمون شاهد هستید که من سالهاست که پیام‌های متعددی به نیروهای انتظامی کشورمون فرستادم و بار دیگر تکرار میکنم و تأکید میکنم که نیروهای انتظامی خود دقت کنن، نه آنچه که رژیم میگوید، آنچه که مردم میخواهند، که این مردم با شما دشمنی ندارن، با شما خصومتی ندارن، میخوان که شما به اونها ملحق بشید و سپر بلای اونها باشید، محافظین جانی اونها باشید بدون اسلحه و چیز در مقابل این. شما این صحبت اتفاقا در دی ماه سال 96 در گفتگوی با من هم کردید، رو به نیروی انتظامی دقیقا ازشون خواستید که با مردم باشن. آیا تفاوتی میبینید بین دو سال پیش و الان در همین مورد، در همین مسئله؟ بله، شما حتی زمانی که کشور ما چند ماه پیش دچار سیل‌های مختلف شده بود، در جاهای متعددی دیدیم که بعضی از نیروهایی که مردم نسبت به آنها احساس نزدیکی‌تر می‌کردن، خیلی با استقبال باشون برخورد می‌کردن، ولی بعضی از عوامل وابسته به نظام سرکوبگر که در اون مسائل درگیر بودن به شکل بسیار واضحی اصلا طرد شدن و حتی نمایندگان دولت که رفته بودن در مناطق سیل‌زده. اینا تمام علائم از این ازش که مردم خود میدونن چه نوع پیام هایی رو به نظام و به عوامل نظام بدهند و این خودش باعث این شده که تفکر عمیقی تر در ذهنیت این افراد، منظورم نیروهای انتظامی، به وجود بیاد که قرار از چی محافظت بکنن. یه خبر تایید نشده ای جزء چیزایی که همین چند 24 ساعت اخیر 48 ساعت اخیر قبل از که اینترنت قطع بشه و کمتر این ارتباطات رو بشنویم در جایی شنیده شده که البته جای بررسی داره ولی اگه واقعیت باشه علامت خوبیش، و این بود که یه سری دستورهایی داده شده توسط نظام به اینکه هواپیماهای مسافربری به اصطلاح کامرشال یا به اصطلاح تجاری یه تعداد از صندلی‌های هواپیماها رو رزرو بکنن خالی که احیانا این خواستن فرار کنن جا داشته باشن. آیا این علامت واضحی نیست؟ حالا من از شما میپرسم، اون پاسدار یا اون بسیجی که واستاده اونجا که آقای خامنه‌ای و دار دستش رو بخوان نهایتاً و حکومتشون رو حفظ بکنن، وقتی این جماعت پا به فرار بذارن خودشون میمونن و در مقابل مردم. بله. خب هزینه برخورده با مردم و تا ابد منفور مردم بودن براشون کمتره، یا اینکه در مقابل این نظام بالاخره وایستادن. منتها معمولا در تمام سناریوهای تغییر که ما دیدیم در جهانی که بدون از خشونت فاکتور نیروهای انتظامی کلیدی بود، قدم اول رو هیچ وقت نیروهای انتظامی بر نمی دارن. دلیلش هم خیلی ساده است، برای که نمیتونند در یک حالت به اصطلاح غربی ها نومنزلند، یعنی رو زمین و هوا بودن، یعنی یه جاپای سفتی رو اونور خط نداشتن باقی بمونن. مقدار زیادی از آنچه که انگیزه عدم خشونت در مقابل مردم و برعکس ملحق شدن به مردم رو در نیروهای انتظامی باعث میشه، اتفاقا خود مردم هستن. پس بایستی شدیداً اعتقاد داشت و باور داشت. البته من نمیگم که تلفات نخواهد بود، من نمیگویم که سرکوب از نظام نخواهد بود، من نمیگم که نظام سعی نخواهد کرد در تاریکی بر روی خود مردم شلیک کنه که کرده، ولی در مقابل شما اگه بگید که کار بخواد برسه مرحله خشونت و کشت و کشتار و اسلحه کشی، به مراتب کشتار بیشتر خواهد بود، به مراتب تلفات بیشتر خواهد بود، و مهمتر از این هرگز ما به یک سناریوی آشتی و امنیت و آرامش در پس از فروپاشی نمی رسید. فراموش نکنید مسئله ما فقط براندازی نیست،
در فردای فروپاشی نظام اولین نیروهایی که در حفظ امنیت و جان و مال مردم در کار خواهند بود حتی در دوران گذار همین نیروهای انتظامی هستند. بسیاری از خیلی مهمه چون از نظر ضعف کشورمون و خدا میدونه این وسط چه استفاده های منطقه‌ای بشه از این نقطه ضعف، باعثی بیشترین ضمانت رو در این که در دوران انتقال بعد از فروپاشی کشور ما هرج و مرج نشه اتفاقا نقش کلیدی همین نیروهای انتظامی است. وقتی صحبت از کمک‌های خارجی می‌کنیم، مرز بین یاری رسانی و دخالت خارجی از نظر شما چی هستش؟ البته اون یه بحث خاص خودشه، ولی فکر کنم مسئله بیشتر وضعیت فاکتور اقتصادی امکانات بودجوی یک نظام سرکوبگر هست در ادامه حفظ خودش در قدرت در مقابل مردم. روی این مسئله مقدار بیشتر بایستی دقت بکنیم. این نظام تقریبا ورشکست است. این نظام به دلیل تحریم‌های اقتصادی قابلیت این رو نخواهد داشت که همچنان تمام هزینه‌های حفظ خودش رو به عناوین مختلف پرداخت بکنه. اصلا نداره که بده. روی این مسئله خوب دقت کنید. قبل از اینکه بگیم این نظام رو بایستی با یه برخورد و مداخله نظامی کنار گذاشت، قبول داشته باشیم که مهمترین و سریع‌ترین فاکتور برای فروپاشی نظام یک بنبست اقتصادی است و یک فلجی اقتصادی. یعنی اصلا از دست رو برمیاد. شما حساب بکنید که اگر ما به اندازه کافی در سرتاسر کشور به عنوان آخرین مرحله قبل از فروپاشی بتونیم به مرحله تظاهرات و اعتصابات سراسری کارگری علل خصوص برسیم، سیستم فروپاشی میکنه، سیستم کلاپس خواهد کرد، بحثی درش نیست. حال آیا جهان میتونه مثلا دارایی این نظام رو بلوکه بکنه و اون رو بذاره توی صندوق کمک هزینه بازپرداخت حقوق از دست رفته کارگری که ممکنه درآمدش رو از دست بده بابت اعتصاب به عنوان یک ضمانت جبران هزینه؟ این کاری که دنیا میتونه بکنه بدونه که ارتش بخواد بفرسته در اونجا، که اون یه داستان اصلا ناجوری میشه. سندیکاهای کارگری حتی بعد از سندیکاهای کارگری، من این حرفو بار اول نزدیک 9 سال پیش در اروپا با نمایندگان سندیکاهای کارگری کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل هلند، مثل انگلیس گفتم که شما که قد ادعای این رو دارید که نمیدونم طبقه زحمتکش و فلان حرفا، به جای شعار دادن عملا بیاین بخشی از درآمدتون رو در اختیار یک صندوقی بذارید برای کمک به کارگرانی که در ایران میخوان اعتصاب بکنن، یا همبستگی همسکه سندیکاهای کارگری دارن. حالا چه این نوع نهادهای صنفی، چه دولت‌های خارجی، چه بخش خصوصی، همه اینا میتونن و خیلی از کشورهای منطقه که خدا میدونه چند صد میلیون دلار در روز داره تو منطقه در مناطق مختلف هزینه میشه برای جنگ‌های بیپایان منطقه‌ای، یک بار برای همیشه بیان رو مردم ایران سرمایه‌گذاری بکنن، یه امکانات مادی جدی بدن که فردا بگیم مردم ایران دست به اعتصاب کامل بزنید، بدونن که یه جایی اعتباری هستش که این هزینه شون. ما قرار نیست که 6 ماه 1 سال اعتصاب بکنید، کافیست که حداقل بین 1 تا 2 ماه کامل این اعتصاب سردار سری در ایران انجام بشه. خیلی قبل از اون نظام کاملا فلج خواهد بود. در این اصلا بحثی نیست، مسئله نحوه پیاده کردن این هست. در این فاصله مدیریت میدان خودشو داره آماده میکنه، دولت انتقالی خودشو آماده میکنه با یک همکاری داخل و خارج نیروهای اپوزیسیون و سکولار دموکرات، و تمام اینا باعث میشه که در لحظه فروپاشی آنن بشه مملکت رو به کار گرفت. تا اونجا که ممکنه به دنیا بگیم به محضی که این اتفاق افتاد تمام تحریم‌های با ایران رو سریعا بردارند که آنن بتونه یک تزریق سرمایه بشه تو مملکت برای تمام اون کمک‌های اولیه، و این کمک خواهد کرد برای جا افتادن و ثبات سریع‌تر اون دوره انتقالی که به دست این نیروها خواهد افتاد. پس بنابراین اصلا من سناریویی رو نمی‌بینم که بخواد کار بکشه به درگیری نظامی یا مسلح داخلی یا یک واکنش خارجی. و به طور کلی من میگم اگر دنیا هم بگه که ما از نهضت به پا خواستن مردم ایران و تشویق نیروهای انتظامی در حمایت از مردم که اونا هم بدونن دنیا پشت سر این هست، اصلا تمام معادله عوض میشه. حتی کشورهایی مثل روسیه که تا کنون
مقدار زیادی جمهوری اسلامی رو حمایت آنها حساب میکرد به دلایل مختلف، باید محاسبه دیگری بکنن که دیگه این توبه میری به قول معروف از این توبه میری نیست. آقای پوتین باهوشتر از اینه که فکر کنه یه حکومت ورشکسته سرکوبگری رو در تهران بخواد همچنان به خاطر بهانه منافع سوغلجشی حفظ بکنه، وقتی که میدونه که یک ایران با ثبات و باز برای همه گونه داد و ستد اقتصادی خیلی بیشتر براش نفت. فراموش نکنیم روسیه وضعیت اقتصادیش همچین درخشان نیست. روسیه نمیتونه مثل زمان جنگ سرد باز دوباره هزینه مقابله با هزینه بالای منطقه‌ای بده با غرب. به نفعش هست که شرایط اقتصادی با ثباتی بشه که کمک به اقتصاد اونها هم خواهد کرد. تنها سناریو برنده برنده. چرا بیاد از یک نظامی که پولش رو داره تو لبنان و با حزب الله و نمیدونم تو یمن و این ور و اون ور، بعد که مردم ایران نون ندارن بخورن هزینه میکنه که سودش به هیچ کی نمیره، نه به اقتصاد جهانی کمک کرده این قضیه، نه به سود مردم ایران بوده، نه حتی به سود همسایگانمون. و این شعاری که امروز میبینید در خارج از ایران در منطقه نسبت به جمهوری اسلامی هست، وقتی میبینید سیاست کشورهایی مثل عربستان سعودی یا اسرائیل از هر زمانی با هم هماهنگ تر هست، وقتی که میبینید که نگاه الان خیلی بیشتر برگشته که مشکل اصلی رژیم جمهوری اسلامی است و این رو تقریبا همه فهمیدن، دیگه چیزی باقی نمیمونه برای این رژیم. و از این لحاظ میگم به همیهنانم که عواملی که قاعدتاً باز براشون عوامل امیدوار کننده باشه از هر زمانی اکنون بیشتر هست، هم از درون کشور، هم در منطقه عمومی، هم در سطح بین المللی. آیا اون برژنشین های پرشدار که لزوماً چماق به دست نیستن اما منافعشون در حفظ نظام هستش، آیا اونها هم به نظرتون به توده های مردم نهایتاً میپیوندند؟ ببینید بخش عمده ای از کسانی که زمانی که کاسترو و چگووارا انقلابشون رو در کوبا انجام دادن که جزء همون طبقات نسبتاً مرفه یا به قول شما برج نشینای هاوانا بودن، مجبور شدند کشورشون رو ترک کنند چون دیدند که در مقابل این انقلاب نمیتونن وایستن. مقدار زیادشون اومدن کشورهایی مثل امریکا و فلوریدا و اینا، اگه برین ازشون بپرسین داستانشون رو براتون تعریف خواهند کرد. این مثلا همچنان پابرجاست، منتها تفاوت اینجاست که اگر یه حکومتی یه انقلابی مثل انقلاب حتی نظام جمهوری اسلامی که باعث شد در همون ابتدای کار فرار مغزها در ایران به وجود بیاد، تعداد زیادی از بهترین نیروهامون مجبور بشن به ترک وطن، خود نظام تعداد بسیاری از مثلا وزرای اون زمان یا ارتشیان اون زمان رو اعدام کرد به جای که به اصطلاح روال عادی رو برقرار کنه، که همین باعث شد یه مقدار وضعیت پیش بیاد که صدام حسین فکر کنه از این موقعیت میتونه استفاده بکنه و اصلا جنگ ایران آغاز شد. تفاوت اینجاست که با رفتن این نظام این افراد که از بین نخواهند رفت، که فکر کنن ما مجبوریم به این نظام بچسبیم وگرنه همه مالمون رو از دست دادیم. به نظرتون هدف کلی این باید اگه میخوان اگه ضمانت بقا و مال و اندوخته خودشون رو میخوان، اونو دیگه از خامنه‌ای که بخواد پا به فرار بذاره نباید انتظار داشته باشن. باید به مردمی باش که میگن آقا ما از شما حمایت خواهیم کرد، به همون اندازه که مردم به نیروهای انتظامی امان خواهند داد، به این دو افراد هم میتونن به نوع این علائم رو نشون بدن، ولی مشروطه به یه تصمیم گیری قطعی. امروز نه نیروهای انتظامی نه اون طبقه که بهش اشاره کردید میتونن نسبت به این شرایط تاریخی سرنوشت‌ساز بی‌تفاوت باشن. توپ تو زمین خودشونه و این توپ رو مردم ایران امروز فرستادن تو این زمین‌ها، گفتن ما حرفمون رو داریم میزنیم، حالا مونده چه عکس‌العملی رو از خودی و از خارجی بگیریم. و هیچ چیزی مهمتر از اراده یک مردم نیست. این حرف من نه شعاره و نه یک کلیشه، یک واقعیت تاریخی است. هیچ چیزی، هیچ نیروی نیست که در مقابل اراده راسخ هیچ ملتی بتونه مقاومت بکنه. در این مورد هم صادق هست. اگه فقط مردم ایران به اراده و ایمان خودشون باورمند باشن، قطعاً موفق خواهند بود. و وظیفه همگی ماست که این اراده رو تبدیل به یک واقعیت بکنیم و تمام حمایتمون رو بگذاریم
که در اسرع وقت و با کمترین هزینه جانی و مالی ممکن به این مهم بتونیم بپردازیم. هدف این اعتراض ها چیست؟ خیلی واضحه، پایان دادن به این نظام. ببینید، از خود شعارهای مردم میشه فهمید. حدود یه سال پیش میگفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه این بازی دیگه تمومه. امروز دارم میگن که بنزین فقط بهانه است، خود نظام نشان است. دیروز میگفتن مرگ بر دیکتاتور، امروز اسم خود علی خامنه ای رو میگن، مرگ بر خامنه ای. یعنی دیگه نشونه گرفتن، یعنی دیگه تعارف ندارن، دیگه شتر سواری دولا دولا نمی کنن، تا پای جانشون دارن هزینه میدن مردم. این نشونه ای نیست که حالا فقط میخوان یه ذره بنزین ارزون تر بشه، یا نمیدونم فرض کنید که وضعیت اقتصادی یا ارزش تومان یا ریال بیفته پایین. از این حرفا گذشته دیگه، دیگه زدن به سیم آخر. تا کی؟ مردم دیگه آسیان در حال انفجارن. جوانای مملکت شغل ندارن، کار ندارن، درآمد ندارن. تنها راه حل شده یا انتحار، یا ببخشید فحشا، یا فرار از مملکت و پناهجویی، اگه نگم خودکشی. آخه نم آینده است؟ تا که بنابراین رسیدیم به این مرحله که بایستی این وضعیت دیگه تغییر پیدا بکنه. پس بنابراین چون مردم فاکتور اصلی هستن، مبنای کار میشه تقویت و حمایت از مردم. من این حرفو سالهاست به دنیای خارج زدم، گفتم دیپلماسی به جایی نخواهد رسید چون خودتون رو خفه کنین. دی ان ای نظام طوری است که ببخشید اصطلاح فارسی رو میگم، آدم بشو نیستن. اینا مثل آب و روغن با شما قاطی نمیشن. ارزشایی که براشون ارزشه برای دنیای آزاد و حقوق بشر اصلا یه چیز دیگه است. شما با اینا نمیتونین انتظار تغییر رفتار داشته باشید که نمیدونم سیاستایی که تالاد به کار بردید برای تحریم وادار کردنشون به برگشتن به میز مذاکره باشه سر هر موضوعی. جنگ هم که هیچ وقت راه حل درستی نیست، یه سناریو نهایتا بازنده بازنده است. تنها راهی که میمونه اون راه سوم که از خود مردم ایران حمایت کنید. الان به نظر من این دوزاری نسبتاً افتاده در سطح جهانی و عامل اصلیش خود مردم هستن. باز تکرار میکنم، خود مردمی که فکر میکنن پشتوانه ندارن، اتفاقاً باز بدونن که از هر زمانی پشتوانه بیشتر خواهند داشت، چون خودشون هستن که تعیین این تکلیف رو میکنن با بودنشون در صحنه. این تکلیف همه رو مشخص میکنه، همه این جمله جامعه بین المللی، و حتی میخوام بگم نقشی که ایرانیان خارج از کشور میتونن در این راستا داشته باشن. پیام شما به ایرانیان خارج از کشور چی هستش؟ به نظر من آنچه که از همه چیز ارجحیت داره در این فاصله زمانی که با شما الکدون دارم مصاحبه میکنم، که هنوز تکلیف ارتباطات اینترنتی مشخص نیست که برطرف میشه یا نه، این هستش که پیام رسان خواسته های همیهنان در سطح جهانی باشن، از نظر رایزنی وادار بکنن دولت‌ها، وادار بکنن رسانه‌های بین‌المللی که عکس‌العمل نشون بدن. پوشش خبری نسبت به اتفاقات حقیقی ایران در سطح بین‌المللی بسیار کم بوده. حالا یا واقعا اطلاع ندارن یا خودشون رو زدن به اون راه. به هر حال در هر دو مورد باعث این اطلاع رسانی رو بیشتر کرد، برای اینکه هر نوع تصمیم گیری کلیدی، به خصوص اگه به مرحله‌ای برسیم که کار مثل سوریه نشه که بخوان سرکوب بکنن تا دنیا بخواد عکس العمل نشون بده، دیگه دیر شده. همین اکنون این رایزنی ها رو انجام بدن که دنیا بدونه این دیگه مسئله شوخی بردار نیست، که بخواین یه مقدار تردید بکنید که ما فعلا نمیخوایم دست به ترکیب قضیه بخوره چون یه سری منافع اقتصادی در کار داریم. همین دنیا خارج هم باز بفهمه که بابا این حکومت ورشکسته در پای سقوط شما، فکر 4 تا قرارداد قزمیت خودتون هستین با این رژیم، بیاین روی محاسبه درازمدت و منافع اقتصادی درازمدت خودتون در یک فردای بهتری که ایران میتونه داشته باشه محاسباتتون رو انجام بدید. و این پیام اصلی مردم ایران به جهان هست، جامعه برون مرز به دنیا، و بگم ما آنن میتونیم وضعیت مملکتمون رو رو به بهبودی با مدیریت سالم و صحیح برقرار بکنیم و آدماشو داریم، نیرو انسانیش هم داریم، و محاسبات اصلا به کلی تغییر پیدا خواهد کرد. در این راستا مسلما ایرانیان برون‌مرز نقش بسیار کلیدی میتونن داشته باشن. سپاسگزارم از شما.